عمق فاجعه در ولسوالی گیان عمیق‌تر است. این روستای خوی چینه ای ولسوالی است و به گفته باشندگان محل در 30 خانه بیش از 50 نفر جانهایشان از دست دادند. بیشتر خانه ها در این ولسوالی یا به گونه کامل فرو ریختند و یا هم قسمان ویران شدند. برخی در این خیمه ها شب و روزشان را به سختی می گذرانند و از دشواری هایی که با آن روبرو هستند سخن می زنند. زیاد کرونا ډم ټول خپل د خپل نه پینځه کسه شهیدان ورکړل، په یو دوه کسه زخمیان دي، یو چې زنانه دلته ننه اوسېږي، یو زوم پکې بل کرونا دولس کسان شهیدان شول، بس هلته بل کور د یغ نه شپږ کسان شهیدان شول، هلته بل کور د یغ نه درې کسان شهیدان شول، پنځه سو نوره ډېر کرونا دي. دای ما کور دی، ما په دغه کور کې خپله پنځه نفره شهیدان لرم، په دا کې مې یو پلار شهید دی، یوم خپل واده شهید دی، دوه میلیونه شهیدان دی او یوم ورور شهید دی. در ساعت ده شب گذشته با یکی از روستاهای ولسوالی گیان سر زدیم که در زمین لرزه پسین بیشترین آسیب را بر آن وارد شده است. میگویند که تا هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند و ناگزیرند در این هوای سرد بی داشتن هیچ امکانات شب و روزشان را سپری کنند. و ډېر به وسه خلق ته رسېدلي دي، ډېر به وسه خلق ته بیا نه دي رسېدلي. داسې غونډې داسې ملګرتي نمونه دي، وسطي نمونه دي، داسې طریقې دي ښه. و ډېر به وسه موږ خپله یوه روپۍ نه که وخېستي دو، نه مې یوه روړه وخېستي دو، نه یې کړي دو، څه ویر شو سپکه دو، سپکه کړی نه شو، خپل په لور شو، نه یې شو وخېسته. آمارها نشان میدهند که 3000 خانه در ولسوالی برمل و گیان ویران شده و صدها خانه دیگر قسمت تخریب شدند. هنوز هم ترس و وحشت از زمین لرزه های احتمالی در تمامی بخش های این دو ولسوالی حاکم است.